تصاویر هر روز به جوانان و تأخیر جوانان را نشان می‌دهد. دبیرستانی و دانشگاهی در خط مقدم اعتراضات. بزرگترها با غرور و بعضاً با تعجب به این نسل می‌نگرند و از خود می‌پرسند این نسل شجاع چطور نمو پیدا کرده؟ آیا می‌داند در این اعتراضات چه می‌خواهد؟ در این برنامه از 3 جوان حدود 20 ساله دعوت کردیم که از آنها بشنویم. من فرناز قاضی‌زاده هستم و به شما در صفحه 2 خوش آمد می‌گویم. سلام. در اعتراضات ایران که بیش از 3 هفته است ادامه داشته، بیشتر کشته‌ها کم سن و سالند، برخی کودک و نوجوان و بسیاری جوان. بازداشتی‌ها هم به همین شکل. اعتراضات در مدارس و دانشگاه‌ها بیشترین نمود را داشته و آنها خیابان را هم از آن خود کردند. همین امروز وزیر آموزش و پرورش تایید کرده که شماری از دانش آموزان بازداشت شدند. این متولدین دهه 80 شمسی موسوم به جنریشن زیرو در خارج از ایران ویژگی های مشترک و جهانی با سایر همسن و سالهایشان دارند و البته زندگی در ایران ویژگی های دیگری هم به آنها داده. سه میهمان امروز ما حالا خارج از ایران در حال تحصیلند، اما هر 3 سالهای اخیر از ایران خارج شدند. مهیار محمدی از کلن با ماست. مهیار ببخشید، دارید تصویر بهزاد رو میبینید. بهزاد رو میبینید از هامبورگ. بهزاد دانشجو هست و الان مهیار رو میبینید. مهیار محمدی از کلن آلمان، او هم دانشجوه، و صدف در لندن که او هم دانشجوه. هر 3 شما حدود 20 سال دارید. ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید، به این برنامه اومدید. من میدونم که شما به طور معمول بیننده این برنامه نیستید و برای همین هم از شما خواستم که به این برنامه بیاید. من از صدف شروع میکنم. صدف، به ما بگو که شما، نسل شما دنبال چی هست از این اعتراضات؟ اگر که تو میتونی. من بگم البته که ما شما رو به عنوان نمایندگان این نسل که همه حرفای این نسل رو میدونید دعوت نکردیم، به عنوان کسانی که دست کم میتونید تصویری از اونچه که جوان ها میخوان دعوت کردیم. به نظر تو جوان ها چی میخوان الان تو خیابون؟ سلام. اول اینکه خیلی خوشحالم که نسل ما بالاخره داره پروجکشن مستقل خودش رو از رسانه ها میگیره، چون معمولا رویه این شکلیه که حالا توی بی بی سی و سایر رسانه‌ها که انقدر با تردید و پیش‌فرض به یک قضیه نگاه میکنن که تا زمانی که به یه جای نرسه که قابل انکار نباشه بهش نمیپردازن، و اینکه ما اینجایی نشونه خوبیه. در پاسخ به سوالتونم، به نظر من نسل ما چیز متفاوت و متمایزی از نسل‌های خودشون نمیخوان، با این تفاوت که یه زندگی سعادتمندانه میخوان، آزادی میخوان، اینو میخوان که کسی واسه شون تصمیم نگیره راجع به زندگی شخصی و اجتماعیشون، و میگم تفاوتی هم به نظر من با نسل‌های قبل نداره. و چیزی که نسل ما رو که کم ممکنه متمایز کنه در این راه اینه که ما یک تجربه خیلی بزرگی از سالها مبارزه پشتمون هست، و همین که میتونیم برگردیم وقتی به یه دوراهی میرسیم از نسل قبلمون بپرسیم، نسل قبلمون میگه که ما این فرعی رو رفتیم تهش بنبست، شما مستقیم برید. و من به همین خاطر به نظرم خیلی انقلابی که در حال وقوع در ایران نمیشه ما منحصر به یک نسل بدونیمش. شرایط همیشه در هر انقلابی کسایی که صفحه اولن همین رنج سنی حالا 15 تا 25 سالن، و نسل ما متفاوت نیست، صرفا این سری قرعه به اسم نسل ما افتاده. میخوای از مهیار هم بشنوی؟ مهیار، به نظر تفاوتی داره این نسل که حالا بیرون از ایران بهش میگن جنریشن زی، در خود ایران هم حالا با اسم دهه 80 ها خیلی شناخته شده است؟ سلام، ممنون از دعوتتون. نظر من هم خیلی به نظر صدف نزدیکه، از این نظر که خواسته های این نسل خیلی تفاوتی با نسل قبلی نداره، اما شاید روش مبارزهشون متفاوت باشه، شاید نوع بروز خواسته هاشون متفاوت باشه، و شاید که خیلی سریعتر خواسته خودشون که حالا خواسته بخش بزرگی از این است، نابودی کامل جمهوری اسلامی رو خیلی رکتر و سریعتر و با زبانی سریعتر بیان بکنن. ولی یکی از چیزهایی که به نظر من میتونه این نسل رو نسبت به نسل‌های قبلی متفاوت بکنه و باعث میشه که ببینیم که چه جوری خشمش رو آشکارتر بروز میده، چقدر حساس‌تر نسبت به یک سری مسائل، به نظر من به این مربوط میشه که این نسل نسلیه که با دسترسی به اینترنت و مدیای آزاد یک تصویری از یک دنیای آزاد و یک زندگی استاندارد و نرمال در ذهن داشته و با این تصویر بزرگ شده که این تصویر با واقعیتی که درش در ایران دارن زندگی میکنن کوچکترین تطابقی نداره.
و این تناقض دنیای ذهنیشون و این تناقض تصویری که دارن از یک زندگی استاندارد با زندگی که واقعا دارن در یک زندگی میکنن باعث میشه که این نسل خشمگین تر بشه، باعث میشه که این نسل بیشتر روی حقوقش پافشاری کنه. مثلا میتونیم مقایسه کنیم با نسل‌های قبلی که اونها هم قطعا بعد از یک سن مشخصی فهمیدن که نوع دیگری از زیست وجود داره، ولی خب به دلیل سرکوب‌های سیاه دهه 60، به دلیل عدم وجود اینترنت و خیلی نکات دیگه باعث میشدن که کم و بیش به اون سبک زندگی عادت کرده باشن و در سن دیرتری متوجه این نکته شده باشن که از چه حقوقی محروم بودن. مهر، یه اصطلاحی به کار بردی، زندگی استاندارد. زندگی استاندارد به نظر نسل تو چیه؟ زندگی هستش که کسی در حقوق اجتماعی آدم‌ها نمیتونه دخالت کنه، در زندگی اجتماعی براشون نمیتونن تصمیم گیری کنن. شما آزادی اجتماعی رو داری، شما نگران مسائل زیستیت برای فردای خودت، هفته بعد خودت نباید باشی. و مثال میزنم، مثلا جوون 16 ساله‌ای که در ایران به تیک تاک دسترسی داره، دوستای خودش رو می‌بینه که در رژه افتخار در ماه جون دارن شرکت می‌کنن و بعد از اینکه گوشیش رو خاموش کنه و رو زمین بگذاره، باید بره مقنعه‌اش رو اوتو کنه برای اینکه فردا با حجاب اجباری به مدرسه بره. خب این تناقضی که هر روز داره باهاش زندگی می‌کنه، این نسل خیلی عصبانی‌تر می‌کنه نسبت به نسل‌های قبلی که خب در خانواده هم به اون سبک زندگی عادت کرده بودن. ولی خوبه که همراه بشن نسل‌های قبلی با این نسل، و همونطور که صدف گفت، این مبارزه مربوط به یک نسل دو نسل نیست و مبارزه و خواسته کل مردم ایرانه و کل نسل‌ها باید حمایت بشه. من حالا به این قضیه نسل‌های دیگه هم خواهم رسید و نگاه شما به اون نسل‌ها. من می‌خوام بهزاد رو هم وارد این بحث بکنم. بهزاد، چه ویژگی می‌بینی در این اعتراضات؟ به نظر تو وقتی پیش از برنامه صحبت کردیم گفتی 98 رو هم با دقت دنبال کردی، چه فرقی هست این بار با اون دفعه به نظر تو، یا دفعه‌های پیش که در موردشون حتما مطالعه کردی و خوندی؟ بله، به نظر من خیلی بیشتر از 98 این جنبش و این نسل جوان‌تر داره ادای دین میکنه به جنبش‌های قبلی. چیزایی که من دنبال کردم این بود که توی حادثه دانشگاه شریف راجع به این صحبت میشد که نذارید دوباره حادثه کوی دانشگاه بیفته، با اینکه حتی اون زمان به دنیا نیامده بوده. و به نظر من با این میشه فهمید که این نسل میخواد به نسل‌های قبلی این پیام رو برسونه که من ادامه راه شما. و حتی میبینیم که خیلی در شعارها، در حضور خیابانی، در پخش کردن اعلامیه از طریق شبکه‌های اجتماعی که ما توی 96-98 نمی‌دیدیم به اون صورت، می‌بینیم که خیلی شبیه 88. در عین حال من توی این جنبش اخیر و از این نسل یه شعور زیبایی شناسانه در کنار فهم درست از شبکه اجتماعی می‌بینم که تونسته از دل این جنبش نقاط اتصالی پیدا کنه به جهان خارج و از طریق اون تونسته این جنبش رو تراملیتی بکنه. شعار زن زندگی آزادی رو شما به هر زبانی ترجمه کنی زیباست، به هر زبانی ترجمه کنی افراد میتونن باش ارتباط برقرار کنن و فریادش میزنن. خلاقیت هایی که داشته در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا تیک تاک و اینستاگرام، بریدن مو، درست کردن ویدیوهای همراه با اطلاعات مربوط به سرکوب ها، مربوط به حضور مردم، عکس هایی که از خیابون می اومد، حضور قابل توجه زنها در خط مقدم، در جبهه خط مقدم، ممنونم، در خط مقدم، ویدیوهایی که می اومده، همه اینا باعث شده که جدا از ادای دینی که این جنبش داره، چیزی درون خودش متولد کنه که اون رو وصل میکنه به جهان خارج. نکته جالبی گفتی در واقع این زیبایی شناختی و انتخاب شعارها. به نظرت بهزاد، آیا میدونن این نسل که دارن از این شعار مثلا از کجا میاد، یا فقط به خاطر اینکه زیبایی این شعار، به هر شعار بسیار پیشروی هست، آیا فقط به خاطر پیشرو بودنش انتخاب کردن، یا فکر میکنی که هم نسلان تو شناختی هم از سابقه این شعار، از اینکه مثلا از کجا میاد، چطور روندی رو طی کرده دارند؟ من فکر میکنم که
نیازی نداره که بدون پیشینش کجاست. شما این شعار رو بار اول که میشنوی میفهمی که چقدر جلو، چقدر ریلیونت و چقدر مناسبه و چقدر زیباست. و من فکر میکنم که این وظیفه رسانه‌ای مثل شما میتونه باشه که با استفاده از پتانسیل هایی که داره برای مستندسازی، برای کار ژورنالیستی حرفه‌ای، که بره این ریشه ها رو پیدا کنه و اینها رو بهش نور بتابونه. متوجه. من میخوام صدف هم راجب همین در واقع داستان استفاده از رسانه به ما بگه. من وقتی که صحبت میکردیم پیش از برنامه خیلی انتقاد داشتی به رسانه ها از جمله بی بی سی. من میخوام بشنوم، به ما بگو که فکر میکنی که چطور رسانه ها در واقع رابطه شون رو با نسل شما باید باز تعریف بکنن، چون به نظر میرسه که یه قطع رابطه ای وجود داره. درسته. خب فیل در اتاق به نظر من اینه که ما باز، من اگه بخوام برگردم به نسل قبل از خودمون، ما دهه 60 های حیوانکی رو داشتیم که سالها مبارزه سیاسیشون توسط اصلاح طلبی و اصلاح طلبان هایجک شده بود، مصادره شده بود و خیلی مسیر 24 ساله طولانی رو تمام مردم ایران از همه نسل‌ها اومدن که از اصلاح طلبی عبور کردن. و وقتی که این مایلستون به قول خارجی به دست اومده، اول از همه وظیفه رسانه‌ای مثل بی بی سی فارسی که مدعی رسانه حرفه‌ایه، اینه که کسی رو که میاره اینجا سعی کنه بازتاب صدای اون اصلاح طلبا نباشه. سعی کنه کسی رو بیاره که سعی کنه اگر میتونه واسه خمینی از آرامگاه استفاده کنه، برای نوید افکاری از گور استفاده نکنه. سعی کنه کسی رو بیاره که به دروغ نگه آرامگاه نوید افکاری الان یک آرامگاه باشکوهه و این نشونه از رواداری جریان اصلاحات، رواداری نظام وقتی اصلاحات سر کارن هست. میتونه از ژورنالیستش بخواد وقتی که گوشت اتفاقا در دوره اصلاحات گرون میشه نگه این تمرین خوبیه برای گیاهخواری. وقتی که ملخ حمله میکنه به مزارع نگه که خب ملخ الان یک منبع سرشار از پروتئین ملت میتونن به سبد غذایشون اضافه کنن. و میتونه کسی رو نیاره که در قرن 21 از ترور سلمان رشدی دفاع میکنه. من مطمئنم اگر بی بی سی فارسی روند فعلیش رو تغییر بده، با توجه به اینکه انقلاب و آینده و تمام اینا ترنده، واقعا میتونه اون چهره مخدوشی که ازش وجود داره در حالا نه تنها بین دهه 80، دهه 80 یکم بحث جداست چون اصلا هیچ وقت تارگت آدینس، تارگت هیچ رسانه‌ای نبوده، ولی تا حدود بسیار خوبی میتونه بی بی سی فارسی تصویر خودش رو ترمیم بکنه. من میخوام یه مقدار فراتر از حالا، من حتما این صحبت‌های شما به هر حال برنامه زنده است داره پخش میشه، حتما هم سردبیران بی بی سی، چون من الان در جایگاه کسی نیستم که پاسخگو باشم به این صحبت‌ها، حتما سردبیران بی بی سی میشنون و اونها اگر بخوان پاسخی بدن خواهند داد. من میخوام یه مقدار بحث رو صدف فراتر از یک رسانه خاص ببینی برای من. آیا فکر می‌کنی اصلا نسل شما با رسانه‌های معیار چه رابطه‌ای داره؟ رسانه‌هایی که مثلا معمول بود سابقاً تلویزیون رو مردم روشن میکردن، از تلویزیون خبرشون رو میگرفتن، ولی نسل شما باز تعریف کرده رابطه رو با شیوه های خبرگیری و اینکه چطور خبر رو دریافت میکنه. میشه راجع به این برای ما بگی؟ اینکه مثلا خبر رو به جایی که بشنن کل 60 دقیقه بی بی سی رو ببینن، از با یه پست توی اینستاگرام میتونم ببینن مسئولتونه. من بکنم سوال همین ها. حالا بذار من شاید بهتر باشه مهیار بگه این رو. مهیار به نظر تو چقدر، چه فرقی دارین شما با نسل های پیشتر در رابطه با رسانه ها و اینکه این فکر میکنی چقدر تأثیر داره در این اتفاقی که الان داره میفته؟ فکر میکنی اینکه به جای اینکه شما مثلا از طریق یک رسانه های معمول معیار که مثلا اسمشون معیاره، حالا من مفهوم معیار اون نیست، من رسانه‌ای که معمول بوده، به جای اون دارید از رسانه های تازه استفاده میکنید، چقدر این تأثیر داره در شیوه های مبارزاتی نسل شما؟ یک نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که چرا اصلا نسل ما از تلویزیون مثلا هم سویش کرده روی رسانه‌های غیر معیار، روی سوشال مدیا. و علتش به نظر من اینه که رسانه‌های معیار به قول شما اعتبار خودشون رو به طور کلی از دست دادن با رفتار غیر حرفه‌ای،
با دعوت کردن مهمانانی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت میکنن، با گردن نگرفتن خیلی اشتباهاتی که در طول این سالها انجام شده و به جای اینکه راجبشون توضیح داده بشه فقط زیر فرش جارو شدن و نادیده گرفته شدن. مثلا انتقادات به بی بی سی فارسی 6 سال پیش انقدر بزرگ نبود که الان هست، ولی اون موقع واکنش ها بهش این بود که یه عده سایبری و ربات دارن این حرفا رو میزنن، و به مرور این اتفاقات افتاد. و اتفاقا برای اینکه بگم این نسل صرفا مشکلش با خود تلویزیون و با خود رسانه معیاری نیست، میشه مثال زد. ما به طور مثال 10 سال پیش دکتر سکویی رو داشتیم که در یک استودیو خودش و با فنرار فیلمبردارش برنامه تلویزیونی دنبال میکرد، که الان جوانای همین نسل ما دهه 80 بعد از 10-12 سال همچنان این انسان براشون رلوانت و تحلیلاش رو گوش میکنن و میبینن که 90% تحلیلاش درست در اومده. اما بسیاری از تحلیلگرایی که توی رسانه‌های به اصطلاح معیار اومدن صحبت کردن و سبک زندگیشون و راه درآمدشون از مصاحبه با همین شبکه‌ها بوده و 5% تحلیلاشون هم درست در نیومده، کسایی بودن که همیشه به این رسانه‌های معیار دعوت شدن. درست. خب طبیعیه که در طول زمان با انجام این اشتباهات، با سرمایه‌گذاری رو آدمای اشتباه و دادن بیش از 50% تریبون به آدمایی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت می‌کنن، معلومه که این رسانه‌ها اعتبار خودشون رو از دست میدن و معلومه که اعتمادی به این رسانه‌ها دیگه باقی نمی‌مونه برای این است. مشکل صرفاً تلویزیون و رسانه معیار نیست، مشکل اعتبار این رسانه هاست. ببین بذار من یه سوال یه جوری دیگه بپرسم. اگر اینطوره پس چرا فکر می‌کنی مثلا اینستاگرام بی بی سی فارسی مثلا حدود 18 میلیون فالوور داره؟ فکر میکنی چه چیزی باعث میشه که هنوز به هر حال با ممکنه ما آماری از تلویزیون نداریم؟ من بی بی سی فارسی هم الان چون شما گفتید مثال میزنم، ولی خب خیلی رسانه های دیگه هم. حسن ریوندی هم 19 میلیون فالوور داره، فکر نمی کنم خیلی اعتباری داشته باشه در جامعه. حرفتون درسته، بسیار خوب. بهزاد من میخوام تو به ما یه مقدار بیشتر در مورد باز تفاوت های این نسل با نسل های پیشین بگی. بچه‌ها اشاره کردن به اینکه اینها حتی به لحاظ تربیتی شما در شرایطی نمو پیدا کردید که متفاوت هست با نسل‌های قبل. کمی میشه راجع به این به ما بگی؟ به نظر تو چقدر واقعا این تفاوت نسلی، تفاوت تربیت تأثیر داشته در شیوه های شما؟ در مورد تفاوت تربیت من میتونم بگم که شعوری که این نسل داره برای محتوایی که دنبال میکنه، برای شبکه اجتماعی که انتخاب میکنه خیلی تاثیرگذار بوده توی این جنبش اخیر. مخصوصا ما توی این 10 سال اخیر مخصوصا میدیدیم که یه دوگانه وجود داره که بین اینستاگرام و توییتر در جامعه ایرانی و همیشه توییتر جایی بود که اتفاقات اجتماعی بیشتر بازتاب پیدا میکنن، مردم بیشتر واکنششون میدن، آگاه ترن، ولی دیدیم در این 2 هفته خورده اخیر که توی اینستاگرام همین نسل جوون چقدر با پشتکار بیشتر، با انتخاب عاقلانه تر برای شیر کردن محتواها عمل میکنه. و بذار یه چیزی ازت بپرسم. خیلی ها از نسل ما که خیلی اصلا در جریان پلتفرمایی که شماها استفاده میکنین نیستن، احساس میکنن که شماها یه جاهایی هستین که مثلا اینستاگرام و توییتر اینا نیست، یه پلتفرمای دیگه، یه فضاهای دیگه برای خودتون دارید. آیا اینطوره؟ چون مثلا میگن که بچه های نسل شما روی پلتفرمای بازی با هم بیشتر ارتباط دارن، روی جاهایی هستن که مثلا اسنپ چت یا جاهای اینجوری، نه بخش جاهایی که به هر حال بزرگترها هم اونجا هستن مثل توییتر یا اینستاگرام. اینطوره؟ این مثال بازی هایی که زدین تا حدی درسته و اون پلتفرم های مناسبی هستن و ازشون استفاده میشه، ولی به نظر من دیدیم که قدرتی که اینستاگرام داشته در آگاه کردن، در پخش کردن خبرها، در پخش کردن اعلامیه ها کاملا فراتر از همه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیگه است و صرفا ناآشنا بودنه و احتمالا کسی رو نمی‌شناسن تو اینستاگرام که فالو کنن که از نسل ما باشه که نمی‌بینن. متوجهم. و بگو می‌خواستید ادامه بدید؟ آره، می‌خواستم بگم که توی همین اینستاگرام بود که شما دیدین حامد اسماعیلیون چقدر
چقدر با یه پوستر مناسب و نحوه اطلاع رسانی تونست همچین جمعیتی رو در این همه کشور و این همه شهر مختلف جهان گرده هم بیاره. و این در اینستاگرام بوده، در متوجهم. چه میدونم کلش آف کلنز نبوده. متوجهم. صدف، این بحث ما رو میرسونه به رهبری. خیلی وقتها این روزها صحبت میشه این جنبش بی رهبر هست، بی سر هست. بعضی ها میگن مثلا یه کسانی مثل همین آقای اسماعیلیون که خشمش رو تبدیل به یک کاری کرده در راستای هدفش و تونسته خب تعداد زیادی از افراد رو در سراسر جهان به خیابون بکشونه در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی رو، مثلا میگن یه همچین آدمی میتونه رهبر باشه. بعضی های دیگه اسمای دیگه ای رو میگن. من سوالم از شما اینه که آیا اساسا فکر میکنید برای بچه‌های توی خیابون مهمه که رهبر داشته باشن، یا نگاه میکنن دنبال رهبر میگردن یا نه؟ طبعا که به نظر من داشتن رهبر باعث میشه تمام اینها هم تمام هرچ خواسته ای که دارن رسیدن بهش تسریع بشه، ولی نداشتن رهبر رو من حالا به شخصه باعث نمیدونم. این که رهبر نداریم فکر نمی کنم دیگه احتمال پیروزی منتفیه، ولی خب چیزی که هست به نظر من تمام چهرهای شاخص اپوزیسیون در خارج از کشور، حالا میخواد شاهزاده رضا پهلوی باشه، مسیح علی نژاد باشه، حامد اسماعیلیون یا انجمن خانواده ها باشن، علی کریمی باشه، داریوش باشه، ابی باشه، هر کسی که به این چپ باشه، راست باشه، هر کسی که به این نتیجه رسیده که ما یه اجندای مشترک داریم و اون نابودی جمهوری اسلامیه و به خاطرش حاضریم از دعواهای انصد سالمون بگذریم و تا و نتیجه گیری راجع به اون دعوا رو به بعد از انقلاب و در به خود مردم در یک انتخابات آزاد واگذار کنیم، به نظر من باید فیزیکلی دور یک میز جمع بشن و کسانی که طرفدارشون هستن و روی کسانی که اینفلوئنس دارن از اونا بخوان که زمین رو خالی نگه ندارن. ما واقعا به تنها چیزی که نیاز داریم اتحاده و من حس میکنم که تمام این افراد at some point باید به این درسی که نسل ما داره بهش میده گوش کنه، کنار بذاره اختلاف نظرها رو. چقدر امیدواری که این اتفاق بیفته. به احترام یه لحظه، به احترام نوجوانهایی که امروز دارن توی خیابونای ایران گلوله میخورن، اینا باید جمع بشن دور هم دیگه و یه لحظه خیلی تاثیرگذار حرفات، ولی میخوام بگم چقدر امید داری به این که اینا جور بشن. ما یا جمع میشن اینا دور هم دیگه و ما پیروز میشیم با هم دیگه، یا جمع نمیشن و میبازیم، که در هر دوی اون حالت ها اگر اینا نخوان کانتریبیوشنی داشته باشن اون روز احتمالاً در جشن یا غم ما شراکتی هم ندارن. و در ادامه بحث وحدت من حس میکنم خیلی باز یک وظیفه سنگینی بر دوش رسانه ها اینکه این وحدت و این عدم نفاقی که هست رو نگه دارن. مثلا این همه شعار خوب مردم میدن، مردم سبزی پلو با ماهی رو میگن، نه این وری نه اون وری رو میگن، دیگه خیلی شعارهای خوب دیگه میگن که آها شعار مدل بزن من راجع به این با بچهای دیگه هم صحبت کنم. یعنی خانم قاضی زاده شما 15 سال 14 سال از سن شبکت میگذره، شبکتون ببخشید، و همش این سری پیرمرد اومدن اینجا حرف زدن که من خیلی زای خدا عزیزم میخوام دو تای دیگه که اونا که پیرمرد نیستن اونا حرف بزنن. آقا ما تمام میشه میریم دیگه. اوکی. ما تمام میشه میریم. خب میگم داشتم میگفتم مهمه که رسانه ها شعار مورد علاقه من صدای مهسا این انقلاب زن هاست، به جای اینکه این شعارهای وحدت آمیز رو کاور کنه، مثلا بی بی سی فارسی میاد چهار تا جمع که تا یک کوچه تشکیل شدن و مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر رو سرتیتر میکنه که نباید این کار بکنه، تو رو خدا نکنید، هرچند که مسبوق به سابقه است. اون موقعی هم که ملت توی توییتر هشتگ دختران خیابان انقلاب ترند میکردن، بی بی سی فارسی اومد یه مقاله کار کرد که پسر خیابان نجات اللهی که از یه نویسنده فیک و توی سایتش گذاشت. به نظر من دیگه الان یکم از اون روندی که مسبوق به سابق بوده ما باید فاصله بگیریم و اتحاد. باشه صدف، فقط دو دقیقه فقط وقت هست. من می‌خواستم مهیارم بیارم تو بحث که صحبت بکنه راجع به همین قضايا، راجع به بحث کردها. صحبتی که جمهوری اسلامی داره این وقتی راجع به وحدت میگی، جمهوری اسلامی خیلی داره روی این موضوع تاکید میکنه که مثلا کردستان دنبال جدایی طلبیه، خیلی روی این حرف ها میره. نظر شماها چیه؟ شما چطور میبینید یک پارچگی ایران؟ مهیار خیلی وقت کمه، بگو. راستش من
انقدر که از تجزیه طلبی از رسانه های جمهوری اسلامی شنیدم از هیچ رسانه دیگری نشنیدم و نماینده اول تجزیه طلبی خود جمهوری اسلامی هستش. درسته تمام این اتفاقات این چند وقت اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد که یک دختر کرد بود. شعار این جنبش یک شعاری بود که اولین بار در رژاوای کردستان داده شده بود، جنجیان آزادی، یک شعار کردی بود. اما پدر مهسا خودش در سخنرانیش اعلام کرد که این مسئله مسئله کردها نیست، مسئله تمام ملت ایرانه. و ما می‌بینیم که مثلا توی آذربایجان شعار میدن از تبریز تا کردستان جانم فدای ایران، تو زاهدان همینطور یک عده در سنندج میان خون میدن برای اینکه به هموطنانشون تو زاهدان برسه. و این اتحاد ملی که الان شکل گرفته خیلی فرصت خوبیه که ازش استفاده کرد و فهمید که این صحبت‌هایی که این سال‌ها از تریبون‌های جمهوری اسلامی شنیدیم حقیقت نداره. عده‌ای ممکنه خواسته جدایی طلبی داشته باشن، خواسته‌ای که در نوع خودش میتونه محترم باشه، میشه راجبش بحث کرد، ولی قطعاً این چیزی که در این چند وقت دیدیم نشون میده که این خواسته اکثریت مردم نیست و اتحادی که بین مردم دیده میشه بیشتر از خواسته‌های تجزیه طلبان است. بذار من یه دقیقه آخرام بدم به بهزاد. بهزاد تو هم بگو به من راجع به همین موضوع اگه ممکنه. موضوع داستان جدایی طلبی و تاکیدی که حکومت میکنه روش. من اتفاقا به نظرم یکی از دستاوردهایی که این جنبش اخیر داشته این بوده که به یک اتحاد ملی نه با تعریف قدیمی که تا به حال وجود داشته، بلکه با این تعریف که میبینی که تجمعات در شهرهای مختلف، در دورترین شهرها، شهرهایی که اسمشون همچنان ممکنه واسه خیلی جدید باشه، چقدر با پشتکار بیشتر منتشر میشه. از قربانی های بلوچستان عکس و نام منتشر میشه در اینستاگرام، توی استوری ها از همین نسل جدید. بله. چقدر میبینیم که از کردستان، از جنبش کردها همدلی نشون داده میشه. متشکرم بهزاد. من فکر کنم حرفت رو فهمیدیم، وقتم تموم شد. بهزاد، مهیار و صدف ممنونم که در برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما. شب روزتون خوش.